پشتک و واروی آخوندی درباره کودتای 28 مرداد 1332 و اینکه آمریکایی‌ها دشمنی با ملت ایران را از آن روز شروع کردند و به مصدق فرنگی مآب هم رحم نکردند کسی را نمی‌فریبد و شأن مصدق کبیر فراتر از زخم زبانهای مرتجعین است. در هر حال در آویختن به مصدق برای شبیه سازی دجالگرانی انقلاب دموکراتیک مردم ایران با کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد دردی دوا نمی کند. بر کسی پنهان نیست که ایل و تبار خمینی و آخوندهای ارتجاعی علیه مصدق و با شاه و دربار بودند. کاشانی بود که صراحتاً خواهان اعدام مصدق شد. خمینی در آن روزگار آخوند دست چندمی زیر قبای کاشانی و در همه جا با او علیه مصدق بود، کما اینکه پس از انقلاب ضد سلطنتی هم آشکارا به خاطر سیلی خوردن مصدق در همان کودتای 28 مرداد شکرگزاری می کرد. نمونه دیگر پیامی است که خمینی در دوران بریدگی پس از چند ماه حصر در قیطریه تهران در نیمه آبان 1342 برای کندی رئیس جمهور وقت آمریکا فرستاد. عذر تقصیر خواست و نوشت مبادا حملات لفظی و مصلحتی او به آمریکا سوء تعبیر شود، چرا که او در واقع خصومتی با آمریکا ندارد. بلعجب اینکه خامنه ای به 300 میلیون آمریکایی طعنه انحطاط میزند که چرا به رئیس جمهورانی از قبیل ترامپ و بایدن رأی دادند و آنها را سر کار آوردند. از فرط خرفتی فراموش کرده است که خودش چه جلادی را از صندوق بیرون کشیده و به ریاست جمهوری رژیمش گماشته است. وانگهی یادش رفته است که در روز 14 خرداد 1368 خودش در جلسه خبرگان ارتجاع بعد از مرگ خمینی درباره مرجعیت و رهبری خودش گفت: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد. راستی هم که مردم ایران خون گریستند و خون می گریند. از این روز که اکنون هنگامه خشم و خروش و آتش است.